Hello, hello, hello. با گرمترین سلام ها به همه شما دوستان عزیزم، سودی هستم. صبح بعد از ظهر و شب خیلی خوبی رو برای همتون آرزو میکنم و بعد اینکه فکر میکنم که دوربین من یه مقدار خراب شده اینجا، صبر کنین من سکرینم رو تمیزش کنم. بله، خب دوستان عزیز سلام به همتون و اتفاقاتی داره در اینجا میفته خارج از حضور ما. برنامه امروزمون در مورد این بود که suffering یا زجر و درد کشیدن یک انتخابه و اینکه تا زمانی که من و شما نیایم اون کانورسیشن یا اون صحبتی که حالا یه شخصیت یا شخصیت‌های مختلف در ذهن ما دارن صحبت میکنن، تا اونا رو نتونیم ساکتشون بکنیم، ما زجر خواهیم کشید. پس نتیجتاً خیلی از اوقات افراد میان فکر میکنن که سافرینگ یا زجر کشیدن اصلا غیر قابل جلوگیریه. یعنی اینکه مگه اصلا میشه که ما یک دقیقه ببخشید. What's going on here? Oh, I got it. Sorry, one second. حالا متوجه شدم چه اتفاقی افتاد. اوکی، من زدم آب و چپه کردم اینجا و بعد اینکه روی پریز داشت میرفت و هی صدا داشت میکرد، داشت اطلاعات میداد به ما که چه خبره. خوب شد متوجه شدیم. پس برمیگردیم سر صحبتمون و اون اینکه اکثر ماها فکر میکنیم که مگه میشه که آدم زجر نکشه با این همه اتفاقایی که در بیرون میفته و شرایطی که اصلا هیچ رقم تحت کنترل ما نیستش. اما چیزی که میخوام خدمت همتون بگم که الان کاملا بیان با من و حضور داشته باشین که ببینیم چی میخوام بگم و چطور میشه چسکر این هستش که ببینین. همیشه وقتی که من و شما به ذهنمون گوش میکنیم میبینیم که مثل اینکه یه شخصیت یا چند تا شخصیت دارن صحبت میکنن. فرضاً من و شما که اکثرمون از ترس و وحشت میایم، یه چیزی رو، حالا مریضی که اصلا اونجا وجود نداره یا یه اتفاق وحشتناکی رو ذهن ما میسازه، بعد اگر که اون این اتفاق بیفته، اگه من این مریضی رو بگیرم، اگر اینو اون بشه چی میشه، و بعد مثل اینکه یه شخصیت دیگه جوابشو داره میده که نه، حالا ممکنه اتفاقی هم نیفته، تو از کجا میدونی که این بشه یا این بشه. و بعد دو مرتبه اون شخصیت اولیه میگه که آره ولی اگر بشه خیلی بد میشه، اینجوری میشه، چطوره، یا بهتره که فرضاً جلوگیری بکنیم، راه حلی ببینیم چجوری میتونیم جلوگیری بکنیم از این قضیه که اتفاق بیفته. بنابراین به نظر من بیشتر از یک شخصیت در ذهن من و شما داره صحبت میکنه. زمانی که من و شما تمام توجهمون روی این شخصیت هاست که چی دارن میگن و صداشون رو داریم میشنویم، خب شاید برای اون ذهن و در اینجا من و شما فکر میکنیم که خب زجر کشیدن یه چیز خیلی عادیه و راهی نیست که بتونیم جلوش رو بگیریم. اما زمانی که من و شما متوجه میشیم که این صحبتایی که داره توی سر ما میچرخه
واقعا من و شما نیستیم و اون ذهن یا منیت منه که این خودش میپرسه، خودش سناریو رو طرح میکنه، بعد خودش دو مرتبه به خودش جواب میده که نه اینجوری اینجوری میشه، اونجوری اونجوری میشه. اگر متوجه این سخنها باشیم ولی در عین حال خودمون رو قاطیش نکنیم، یا فرضاً یه وسیله دیگه بگیریم که ببخشید ما الان 3 ساعت وبینار داشتیم و توی وبینارمون من خیلی عمیقاً میرم با دوستان کار میکنم، بعضی وقتا هم یه چیزایی قرقاتی جذب میکنیم دیگه، ولی we're fine، همه چی سر جاشه، همه چی درسته. یکی دیگه از راههایی که من و شما میتونیم جلوی این قضیه بیستیم با گفتن فرضاً یه منتراست. یعنی زمانی که میبینیم که این صحبت این دوتا خیلی اساسی میشه و خیلی میره حس و حال ما رو خیلی خراب میکنه، میتونیم شروع کنیم با منترا گفتن که من خوبم، در اینجا امنیت هست، همه چیز سر جاییه که باید باشه، جهان هستی پشت من ایستاده، من اینجا تنها نیستم. و زمانی که ما شروع میکنیم هی اینها رو میگیم، حالا اون دوتا شخصیت توی ذهن ما متوجه میشن که یه اتفاق دیگه هم داره اینجا میفته، و بعد برای یک مدتی حتی اگر کوتاه باشه اینا ساکت میشن و بعد گوش میکنن به اون چیزی که داره میچرخه. پس این یکی از راههایی هستش که من و شما میتونیم حواس ذهنمون رو پرت کنیم که اون مونولوگ یا دیالوگی رو که داره استاپ کنه. اما از نظر من زجر کشیدن یک انتخابه و من خودم شخصا با تجربه شخصی خودم زجر نمی کشم. چرا من زجر نمی کشم؟ به خاطر اینکه وقتی که نگاه میکنم به افراد دیگه میبینم که یه جوری ذهنشون فکر میکنه که هیچ انتخاب دیگه ای نداره. بنابراین ما انسان ها اگر که ازدواج نکردیم، که کلی از جلسه های من راجع به اینه که وای دارم از تنهایی میمیرم، یعنی همه چیزهای دیگه اوکیه ولی من نتونستم هنوز ازدواج کنم. اگه ازدواج نکردیم زجر میکشیم، اگه ازدواج کردیم زجر میکشیم، اگر تحصیلات نداریم زجر میکشیم، اگه تحصیلات داریم زجر میکشیم، اگر که شعور انسانیمون بالا نیست زجر میکشیم، اگه شعورمون بالا میره دو مرتبه میفتیم تو دنیای مادی اونجوری زجر میکشیم. پس نتیجتاً وقتی من و شما هم میایم خودمون رو نگاه میکنیم و انالایز میکنیم من انسانی رو، میبینیم که همه ماها یه جورای مریض و بیماری، یعنی هر شرایطی که هست اگه بچه نداریم زجر میکشیم که داره زمان میگذره، داره دیر میشه، نه بچه دار نمیشه، چرا بچه دار نمیشه. وقتی بچه دار میشیم زجر میکشیم که وای کجا رفت، چیکار کرد، خورد، نخوابید، مریض شد. وقتی تو رابطه نیستیم، تنهاییم، زجر میکشیم. وقتی میریم تو رابطه، تمام اون کسی که درش باهاش توش رابطه هستیم بازم داریم زجر میکشیم. کاراش اونجوری نیست که ما میخوایم، نمیدونم، وای مریض نشه، کلسترولش بالاست، الان درست غذا نمیخوره، گوش نمیکنه، نمیدونم بیزنسش خراب شد، چرا نمیتونه کاری انجام بده، چرا فلجه. توی رابطه میریم بازم زجر میکشیم. یه سری از لیست دوستانم که از مرگی که هنوز نیومده میترسن و زجر میکشن.
پس در هر صورت به این نتیجه میرسیم این لایو امروز رو تمومش کنیم که ماها هممون یک سری انسانهای مریض و بیماریم که تحت هر شرایطی زجر میکشیم. یعنی ملا نصرالدینایی هستیم که میشینیم به خودمون سوزن میزنیم و هی میپریم بالا و میگیم آی درد دارم درد دارم. اگر که راه حل چیه؟ میخوام بهتون یه راه حل اساسی بدم. اگر که من و شما بتونیم روی فیزیکمون دست و کنترل پیدا بکنیم، 20% تا 30% دنیای مادی ما و اینی که ما خودمون سرنوشتمون رو میسازیم دست من و شماست. چون زمانی که من فیزیکم رو ساختم، زمانی که روی اون چیزایی که ضعیف بودم روش کار کردم، عضله ساختم، عضله هامو قوی کردم، از نظر فیزیکی دویدن، فعالیت کردن، سیستم اکسیژنم رو بالا بردم، بهتر کردم، قوی کردن فیزیک من اون اراده رو، اون درست غذا خوردن و اون انگیزه رو، اون چیزا رو اگر تونستم روش کار کنم، حالا 20 تا 30% دنیای مادیم تحت کنترل منه. یعنی در واقع من معتقد نیستم که اتفاقها سر من میفتن، من معتقد هستم که راهله استاپ کن انقدر سوال نوشتن. من جواب هیچ کدوم از سوالا رو نمیدم، سعی کن منو گوش بدی و بشنوی. چون تا زمانی که من و شما اون قابلیت شنیدن و هضم و جذب کردن رو نداشته باشیم هی سوال پرسیدن و دنبال سوال گشتن فقط ذهن و منیت. بنابراین دیگه از این سوالی نپرس و فقط سعی کن دو تا گوش داری، دو تا دیگه هم قرض کن که فقط بشنوی که من چی دارم میگم. اگر هم هی سوال بپرسی حرص بقیه رو در میاری، بعد بقیه هم که خودشون با خودشون جاشون درست نیست، اون وقت دست تو عصبانی میشن و میفتن سر تو. اوکی. پس نتیجتاً چیزی که میتونه ریشگی کار بکنه 3 تا قسمت. یکی این که اگر که من روی فیزیکم کار کنم، فیزیکم رو قوی کنم، 20 تا 30% روی دنیای مادیم و اونی که سرنوشت اتفاق میفته از قبل ورق خورده یا اینکه من میسازم روی اون کار میشه. اگر که من و شما روی ذهنمون کار کنیم، همون تمرین همیشگی من، فکر، قد، سکوت، 60 تا 80% دنیای مادی من و سرنوشت من تغییر پیدا میکنه. یعنی اینکه اگر که من روی ذهنم کار بکنم و متوجه باشم که این سلسله از افکار برای من مضرن، در من ترس و وحشت به وجود میارن، من رو فلج میکنن، و بتونم با تمرین های فکر، قد، سکوت اون ذهن رو اون موقعی که لازم استفاده کنم و اون موقعی که لازم نیست بتونم ساکت و خاموشش بکنم، حالا 80% از سرنوشتم رو یا دنیای مادی رو، شایدم بیشتر، من میسازم. اگر که سومیش بیام روی سطح انرژیم، بدن انرژی
کار بکنیم، 100% سرنوشت من و دنیای مادی من دست منه. بدن انرژی در واقع اون قسمتیه که مثل اورای من و شما در اون فضای انرژی ما، وقتی که من به عنوان هیلر به یک کسی نگاه میکنم و اون سطح انرژیشو یا اون حاله دورش رو میخونم، از اونجا ما میتونیم متوجه بشیم و ببینیم که آیا این شخص عمل جراحی داشته یا نداشته، آیا نمیدونم پاشو قطع کردن، یه دونه کلیهشو برداشتن. در اون حاله، در اون سوراخ‌ها و در اون رنگ‌ها میتونیم همه این چیز رو ببینیم. اون زمانی که من و شما به سطح انرژی آگاهیم و اون رو نگاه میکنیم، در اون انرژی خیلی از هویت‌ها میفته. یعنی اگر شمایی که الان اینجا نشستین و دارین این لایو رو گوش میکنین، اگر شما بگین که من مردم یا زنم، اون هویت وقتی توجه و کانشس شما میاد روی اون قسمت که آیا من زنم یا مردم، سلام ماریو جو، یک قسمتی از شما حضور کامل نداره، چون خودش رو هویت داده به اینکه من زن هستم یا مردم. چون در فضای انرژی تمام این هویت ها میریزه و به محضی که من تمرکزم رو ببینید، شما زمانی که در آگاهیتونه که شما زنین یا مردین، خودتون رو چسبوندین به یک چیزی، نتیجتاً تمام فضای انرژی شما اینجا نیست، حضور نداره. به محضی که تمرکزتون رو برمیدارین از این که من زنم یا مردم، اون چیز میفته، اون هویت میفته. به محضی که من و شما فکر میکنیم که وای دیگه از من که گذشته، من الان 70 سالمه، یه بخشی از انرژی میفته، چون هویت میره روی اونجا. به محضی که ولش کنین اونم میفته. پس وقتی که الان توی وبینار امروز 2 بار یا 3 بار، وقتی که بچه ها داشتن توی خواسته ها و آرزوهاشون میرفتن، من اون اول استاپشون میکردم، میگفتم انرژی اونجا نیست. یعنی هی تکرارن باید میگفتم که ببینین، اگر شما میخواین آب جوش بیاد، چه درجه گرمایی لازمه تا آب و جوش بیاره؟ اکثر انسان ها در مرحله آب ولرمن، بعد در مرحله آب ولرم میخوان موفق بشن، میخوان خواسته ها و آرزوهاشون رو داشته باشن، و چون در مرحله آب ولرم میمونن، هیچ وقت هیچی عوض نمیشه. بعد میفتن در ناامیدی، بعد میفتن در فکر خودکشی، بعد میفتن در افسردگی. چرا؟ چون تا زمانی که اون انرژی، اون سطح انرژی کافی
نباشه و اون آب جوش نیاد، من و شما به خواسته ها و آرزوهامون نمی رسیم. و مشکل اینه که اکثر انسان ها چون از کودکی یاد می گیرن که اگر خودشون باشن درش امنیت نیست، نتیجتاً همه انسان ها تبدیل به یه سری انسان های تقلبی میشن. اکثر انسان ها متوجه نیستن که چقدر یونیک و چقدر جالب و منحصر به فردن، چون هیچ وقت متوجه نمیشن و کسی هم نمیاد اینا رو بهشون بگه. همه این انسان ها میمیرن در جایی که هیچ وقت خودشونو و اصلشون رو پیدا نکردن. بله ماریا خانم، من مشاوره شخصی دارم. جلسه خصوصی عزیز. پس نتیجتاً اکثر انسان ها یک چیز قلابی از این دنیا میره. هیچ وقت کشف نکردن که کی بودن، چی بودن، چی هستن، قابلیتاشون چیه، تواناییاشون چیه. و از نظر من اینی که هواپیما میفته و صد و خورده انسان جون خودشون رو از دست میدن، درسته که فاجعه است، ولی از دید من فاجعه بزرگتر اینه که بیلیون ها آدم میان تو این دنیا و میرن و هیچ وقت پیدا نمی کنن که کیان و چیان. به نظر من اون فاجعه بزرگتره. پس برگردیم سر صحبت امروزمون که زجر کشیدنه. متوجه باشین که زجر کشیدن از نظر من، دلیل این که شما زجر میکشین به خاطر اینه که همیشه فکر میکنین یک موقعیت دیگه‌ای به غیر از اون جایی که شما توش هستین بهتره. اگر شوهر نکردین فکر میکنین شوهر کردن بهتره. اگر شوهر میکنین فکر میکنین مجرد بودن بهتره. شما هیچ وقت رضایت و باور به این که این لحظه خوبه و درسته رو ندارین. نتیجتاً داستان مرغ همسایه قازه. همیشه اگر یک چیز دیگه باشه بهتره، چیزی که متفاوت از اون چیزی که من الان دارم. اگر که این قضیه نبود، این همه خودکشی توی بیلیونرها، توی هنرپیشه و کسایی که به اوج قدرت شهرت و این داستان رو می رسیدن نداشتیم. چون باور کنین که 30 ساله من این کارم، کارم با مردمه، چه از اون زمانی که ورزش کار می کردم، تمام چیزای ذهنی و فکری و احساسی و تمام چیزای مردم دست من بود، پرونده ها. و به شما میگم که فرق نمی کنه که شما کجا هستین، در هر موقعیتی من میلیونر رفتم با چه خونه و زندگی و دربون از افسردگی از تو تخت کشیدمش بیرون. فرقی نمی کنه که موقعیت شما چیه. اگر شما انتخاب می کنین که زجر بکشین، زجر می کشین. شرایط و موقعیت ها نیست، این یک انتخابه. و دلیلی که شما زجر میکشین به خاطر موقعیت اقتصادی نیست،
به خاطر بیپولی نیست. از نظر من به خاطر اینه که همه انسان ها نیمه زنده زندگی می کنند. این من اسمشون رو میذارم انسان های متحرک. کسی زنده نیست. اون زمانی که من و شما در این لحظه نیستیم، در گذشته و ترس و وحشت گذشته یا در آینده و اینکه چه اتفاقی میفته، چه اتفاقی خواهد افتاد هستیم، من و شما هیچ وقت زنده نیستیم. چون در این لحظه من حس میکنم، در این لحظه است که من میتونم زنده باشم. ولی کی اینجاست؟ کی توی این لحظه است؟ اکثر اوقات ما داره حیف، افسوس، ما کی بودیم؟ بهتون گفتم یه روز خواهر من برگشت به من گفتش که وای اون موقع ما چی بودیم چی نبودیم، وای اون موقع ما ال بودیم بل بودیم، مردم دیگه حالا بیا ببین اینا کجان ما کجاییم. منم خیلی ببخشید excuse my language وقتی سه چهار بار اینو شنیدم گفتم خواهر جان ما هیچ لا نبودیم. اوکی. بنابراین اکثر ما در گذشته داریم دنبال این میگردیم که چی الان مخصوصا حال من رو خراب میکنه که اون موقع اینجوری بود و الان نیست، و بعد دو مرتبه ترس و وحشت. آقا 2002 بود، من کی بود قبلش سمینارم در دبی. کسایی که ندیدین روی یوتیوب بزنین سودی یزدی سمینار این دبی. ملت پرسیدن وای قرار دنیا تموم بشه، گفتم هیچ اتفاقی نمیفته. دوباره یه سری دیگه برای اینکه ترس و وحشت و انرژی مردم رو بریزن توی جون مردم، دوباره یه پرت و پلا که 2020. آقا این دنیا تموم شدنی نیست، خیالتون تخت. شما کسایی که از مرگ میترسین، اگر اومدین اینجا میخواین نصف مرده زندگی بکنین، میخواین مرده های متحرک باشین، فقط حالتون خراب باشه، احساس بدتونم بریزین تو بیرون و میخواین بیرون رو چه میدونم مسموم و سمی بکنین، رفتنتون بهتر از موندنتونه. خیلی از اوقات میشه بچه ها با من جلسه میگیرن بعد میگن که میخوام خودکشی کنم دیگه تصمیممو گرفتم. میگم So what's holding you back؟ چی نگرت داشته؟ چرا وقتتو تلف نکن؟ برای چی جلسه گرفتی؟ اگه تو میخواستی خودکشی کنی خب برو بکن. برای چی با من تماس گرفتی؟ داری وقت منو میگیری، داری وقت خودتو تلف میکنی. بازی های ما انسان ها. حالا مثل این که من و شما که فرزن یه سری انسان های مرده هستیم و هیچ کاری نمی کنیم و هیچ اثری نداریم و نمیدونم تغییری تو جامعه و کمکی به کره زمین و نمیدونم هیچ کاری نمی کنیم و فقط داریم سمپاچی می کنیم، حالا ترسم از داریم از این که بمیریم. یه سری ملت هم تو این بازی افتادن، اینجوری خودشون رو زرج میدن. من تمام مدت ترس و وحشتم از مردنه. آقا حالا اینجا خیلی داره بهت خوش میگذره که نگران اینه که بمیری. What's my point؟ پوینت من اینه که کش وقتی که شما تصمیم میگیرین با ذهن مریض و بیمار که میخوان زجر بکشین، هر چیزی رو شما برای خودتون مسئله میکنین و زجر میکشین. اگر که از من نظر من رو میخوان بدونین،
اونایی هم که میگن بی خیال تا حالا خوشم نیومد از حرفات. نظر من اینه دوستان که متوجه باشیم که کی یا چی داره ما رو میچرخونه. من و شما از صبح که بیدار میشیم هیچیمون دست خودمون نیست، نه افکارمون دستمونه، نه احساساتمون دستمونه، هیچی دستمون نیست. پس من و شماها کی هستیم؟ چی تحت کنترل من و شماست؟ میتونیم افکارمون رو انتخاب کنیم؟ میتونیم احساسمون رو کنترل کنیم؟ سودی جان، علت این که آدم های گذشته باز میان توی زندگی آدم چیه؟ کارماشون تموم نشده یا دست کائنات؟ علت این که آدم ها میان دوباره تو زندگی دست خیلی مشخصه، یعنی این که کلاس هنوز تموم نشده. شما خدمت همدیگه هستین، انقدر تو سر کله همدیگه میزنین، انقدر اون سناریو دوباره تکرار میشه تا بالاخره یکتون زخمی بشین بیفتین، یکی پیروز بشه. دلیل اینم که من و شما جذبه، من اینو گفتم توی فایل های عشق و نیمه دوم، گفتم که دلیل این که شماها از نظر هورمونی و نمیدونم هر چیزی که هست جذبه یه آدم دیگه میشین، یعنی اون یه تومه است که شما کشیده بشین تو کلاس. درسته که فیزیکی هورموناله و نمیدونم قیافش خوشگله و هیکلش خوبه و خوشتیپه و تحصیل کرده است و اینا همه دون پاچیدنه که شما تشریف ببرین سر کلاس بشینین. ما دوباره یک بچه دانشگاهی از سیاره دیگه هستیم. نه قربونتون، شما مال همین سیاره هستیم، فقط کلاس ها رو نمیشناسین و درس ها رو. من همیشه میگم یه سری افراد فقط وقتشون توی راه رو میچرخه، هی میرن سرک میکشن میبینن اون کلاس داره ریاضی درس میده، بعد چی داره میگه؟ 2 به اضافه 2، بی خیالش این سخته. میرن سرک میکشن تو کلاس بعدی، چیه؟ فیزیکه؟ نه بابا اینم بی خیالش. بعد میرن کلاس ادبیاته، سر هیچ کلاسی نمیرن بشینن، فقط تو راه رو گیج و گم میچرخن. بعد میان مشاوره میگیرن با سودی یزدی برنت که آقا ما قراره سر کدوم کلاس بریم بشینیم؟ پس تا حالا بر هممون جا افتاد که ما دو بخش داریم، همونجوری که من همیشه گفتم و پای این حرف من با سماجت می ایستم، من و شما دو قلو متولد میشه و من میگم از وسط شما رو نصف کنن، نصف شما سمت راستتون ذهن و منیت با هم کار میکنن، نصف دیگه سمت چپتون قلب و روحتون با هم کار میکنن. دو تا شریک این برن، دو تا شریک اون برن. و من براتون چیزها رو خیلی ساده کردم. میخواین بدونین که کدوم ورتون فعاله؟ از خودتون بپرسین
من چه احساسی دارم؟ اگر احساس من رضایت، همه چیز در این لحظه خوبه، همه چی در این لحظه سر جاشه، بعد میبینی که از اون بالا یه بمب انداخت و نصف ساختمون رفت، نظرتون عوض نشه، همه چیز درسته، همه چیز سر جاشه، بمب افتاد تمام سقف و نصف خونتون رفت، باورتون رو به او، به جهان هستی از دست ندین، همه چیز درست و سر جاشه. ممکنه که در این لحظه سر اون صدمه یا اینکه خرجی که برای من به وجود اومد، یهو بمب افتاد و هواپیما افتاد و نصف خونه من رفت، خرج و درد سر و این نه مصیبت، نه بدبختی، نه چرا. آقا چرا فقط بازی ذهن و منیت شماست، چرایی در کار نیست. اینو تتو کنین بزنین روی پیشونیتون، It is what it is، همینه که هست. اما فرق داره، همینی که هست و من مجبورم و من خاک تو سریم و باید تحمل کنم، نه از اون ور نرین، چون اون ضعفه، منظورم اون نیست. همینی که هست، منظورم اینه که یونیورس این موقعیت رو به وجود آورده، پذیرش این که الان این بمب افتاد و نصف خونه من رفت، حالا من درونم رو، قدرت درونیم رو، خالق بودنم رو از دست نمیدم. جام درسته، نقطم محکمه، اوکی، این بهتر، این باید الان اتفاق میافتاد. قدم بعدی من از راه، از قدرت و تواناییم چیه که زنگ بزنم ببینم کی قرار باید بیاد این سقف رو درست کنه؟ این اتفاق نه بده نه خوبه، این بهترین اتفاقیه که الان افتاده، شاید برای اینکه من باید خودم یاد بگیرم چجوری سقف رو دوباره روهمش کنم. اما هیچ وقت از ضعف نیان، هیچ وقت از ناتوانی نیان، هیچ وقت کتک خوردن اوکی نیست در هیچ لنگویج، در هیچ زبانی اوکی نیست، هیچ وقت تحقیر شدن اوکی نیست، فرق نمیکنه در چه زبانی. تو سری خوردن هیچ وقت اوکی نیست، حرف زور شنیدن هیچ وقت اوکی نیست، کوتاه اومدن هیچ وقت اوکی نیست. منو بشنوین، وقتی که من و شما درونمون انقدر قوی شده و به اون قدرت درونیمون وصلیم، اون قدرته که کسی از بیرون به خودش اجازه نمیده که رو حرف من حرف بزنه، که با من بد صحبت کنه، ولی شما جاتون اونجا نیست. 10 دقیقه پریسا، اوکی عزیزم. خب صحبت من همیشه اینه که نه، حرف زور هیچ وقت نشنوین، کتک زبانی یا بدنی یا فیزیکی هیچ وقت نخورین، اما جاتون رو، اون قدرت درونیتون رو پیدا کنی. اونجاست که کسی نمیتونه، کسی به خودش اجازه نمیده که
وارد حرم شما بشه. افراد بیرون یا موقعیت بیرون نباید اثری روی من و شما بذارن. اگر اجازه دادیم که موقعیت‌های خارجی ما رو از جامون در بیارن، مشکل افراد بیرون یا موقعیت‌ها نیست. مشکل منم که جام با خودم اوکی نیست. و من از تجربه چندین و چند سال خودم میگم دوستان، اگر سی دی عرفان من رو گوش کنین که خیلی سال پیش در اومد، عرفان یک، عرفان دو، عشق و بیداری، اونجا گفتم که من وقتی یه بچه یه چند ساله بودم که هنوز در واقع هیچ وقت نذاشتم که پدر، مادر، خانواده، معلم، محیط خارجی روی من کوچکترین اثری بذاره، از اون موقع از 6-7 سالگیم گفتم، این قول رو به خودم دادم که من هیچ وقت جایی زندگی نمی کنم که دوست ندارم، کاری نمی کنم که دوست ندارم، با کسی زندگی نمی کنم که دوست ندارم، و تا با امروزم روی حرفم وایستادم. اما اکثر انسان ها تبدیل به سافت وری شدن که هر کسی که از راه رسیده بدون آگاهی اونها یک برنامه ریزی رو نصب کرده و اینها متوجه هم نیستن که این سافر خارج از اونها داره دائما اتفاق میفته. انسان ها همشون تبدیل شدن به یک سافتور که نه تنها کاری در موردش نمی کنن، بلکه اصلا آگاه نیستن که این سافتور چی توش نصب شده. از بچگی یکی گفته تو با هوش بیهوشی، این سافتور ضبط شده. یکی دیگه اومده گفته تو کودنی، ضبط شده. یکی دیگه گفته تو هیچ وقت آدم نمیشه، این ثبت شده. و اگر شما اجازه بدین که اون سافر دائما هر کی اومده هر چی دلش خواسته انداخته اون تو، خاک تو سری شده دیگه. هر کی هر چی خواسته اومده چسبونده اونجا. امروز تصمیم بگیریم، این لحظه با من تصمیم بگیریم، میخواین زجر بکشین، بذارین اون سافر برای خودش همینجوری کار کنه، بعد روز آخر زندگیتون میشه، بعد ازتون میپرسن چی کار کردی؟ والا ما که نفهمیدیم، اصلا نه بچگیمون چیزی فهمیدیم، نه از ازدواجمون چیزی فهمیدیم، نه اصلا از زندگی چیزی فهمیدیم. انتخاب کنیم، متوجه باشین که شما در هر ثانیه انتخاب میکنی. در هر ثانیه یا شما انتخاب میکنی یا انتخاب میشین یا انتخاب براتون میشه. ولی اگر شما انتخاب نکنین، انتخاب میشین. وقتی که من با بچه ها خب هر روز این همه جلسه دارم،
یه سری از افراد میگن که آره بچه بودم و شوهرم دادن و چیزی نداشتم، انتخابی نداشتم. اما هر از گاهی در ما بین این کسایی که با من تماس میگیرن کسایی هم پیدا میشن که میگن وقتی خواستم شوهرم بدن به یه آدمی که 50 سال از خودم سنش بالاتر بود فرار کردم. کامنت ها رو غیر فعال کنم. اوکی. Turn off the comments. There you go. Your wishes is my command. پس نمیتونیم بگیم که سر من اووردن و کردن و نمیدونم الو بلو این داستانا. یه خورده مسئولیت بپذیریم، ببینیم که اگر اون زمانی هم که میخواستن منو شوهر بدن به زور، اگر اون زمان من با اون قدرت درونیم وصل میشدم، اگر مسئولیت میپذیرفتم که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی من اجازه نمیدم که زندگی به من تحمیل بشه، چیزها متفاوت بود. اما تا اینجایی که من در جریان هستم، بیشتر افراد راحت تر براشون که قربانی باشند. سامها قربانی بودن برای من و شما جذابتره، در واقع ساده تره، چون وقت مسئولیت نمیپذیری. اتفاقا افتادن دیگه، اون که منو شوهر داد دیگه من چیزی نداشتم، اونم که اینجوری که شوهرم که اینجوری در اومد، اونم که اینجوری شد شد دیگه، دیگه چه کنیم دیگه؟ خب مسئولیتی تو کار نیم، راحت تر نیم تا اینکه وایسیم خودمونو جمع کنیم از راحت نقطه راحت طلبیمون در بیای. شاید آگاهیشو نداشتم. مینا جان اینا رو تو بدون که در زمان آگاهی همون بچه 5-6 سالم آگاهیش رو داره، اما اون انتخابه که من شل میدم باهاش میرم. چون ببین زندگی یه چیزیه که من و شما یا مسئولیتش رو میپذیریم یا مسئولیتش رو نمیپذیریم، میریزیم سر پروردگار و هر وقت چیزا خوب بود ما کردیم، هر وقت چیزا خراب شد خداوند کرد و اون نخواست و نمیدونم قصد و نیت اون نبود. و و هرچی هم که من میشنم به هر زبانی که میگم که اوکی الان میبنم پریسوش، به هر زبانی که میگم آقا جون یه خدای اون بالا نشسته که تقسیم کنه بگه تو به تو میدم به تو نمیدم، به تو بیشتر میدم به تو کمتر میدم، هرچی هم من اینو میگم بازم اونایی که نمیخوام مسئولیت بپذیرن میچسبوننش به اون که حتما خواست خدا نبوده. ای بابا، خدا که میگه همه چی رو بهتون دادم بیلیاقتا برین بسازین، اصلا قصد من و شما انسان ها این بود که اوجه اون بالا جفتک انداختیم گفتیم ما هم مثل توی ما هم خداییم، خدا هم گفت خیلی خب بریم پایین به عنوان بنده خودتون هر کاری میخوایم بکنین بسازین. حالا که اومدیم اینجا نمیخوایم مسئولیت بپذیریم توش زاییدیم، بعد دوباره میرزیم تقصیر اون. تو این قسمتم سی دی عرفان 1 و عرفان 2 عشق و بیداری رو گوش کنیم. دوستان وقت برنامه‌مون تموم شد. میریم تا چند نیم ساعت دیگه میریم برای لایو انگلیسی. خواهشاً روی لایو انگلیسی سودی برنت هم نیان بگین چرا انگلیسی؟ چرا فارسی حرف نمیزنین؟ آقا اینجا فارسیه. اون یکی کانال سودی برنت انگلیسیه. اوکی؟ وبینار هنوز میتونین ثبت نام بکنین، کسایی که واقعا میخواین تکون بخورین حرکت کنین. ولی بهتون بگم وبینار خیلی جدیه، بنده با شلاق اونجا وایستادم، دیگه بازی و ایش رقم بهانه و این داستانا تو کار نیست. کسایی که خیلی جدی هستین میخوان بیان توی وبینار ثبت نام کنین. همتون رو میبوسم تا هفته آینده. God bless you.
Thanks for coming. Bye bye, Instagrammy, huh?